بچه های دهمی سلام، ایشالله که حالتون خیلی خوبه. ما امروز کلاس دهم رو برای شما برگزار کردیم. مبحثی هم که تدریس کردیم فصل 6 سال دهم بود، مبحث گیاهی، و خدا رو شکر هم کلاس خیلی خوب بود، هم امکانات. یه تشکر هم بکنم از مجموعه فرزانگان که خب این امکانات رو فراهم کردن و تا این وقت شب هم برای شما تو مجموعه حضور داشتن. و اینکه بچه ها خیلی عالی بودن سر کلاس، کلاس خیلی خوب بود، امیدوارم که یاد گرفته باشید. به خدای بزرگ میسپارمتون. اولین مسئله که میخوایم بخونیم خب مربوط میشه به هورمون ضد ادراری. شما دوتا هورمون رو باید یاد بگیرید که در تنظیم حجم خون و فشار خون موثره. خب هورمون اولی که میخوایم بخونیم هورمون ضد ادراریه. هورمون ضد ادراری در واقع توسط یک قسمتی از مغز به نام هیپوتالاموس ترشح میشه. زمانی که شما در واقع فشار اسمودیتون زیاد میشه، فشار اسمودی چجوری زیاد میشد؟ یا آب کم بشه یا غلظتش زیاد بشه، درسته؟ یعنی جفتش یه اتفاق و رقم میزنه، جفتش باعث میشه فشار اسمودی بره بالا. خب ببینید بچه ها، زمانی که شما غلظت خونتون زیاد میشه، یعنی خونتون غلیظ میشه، فشار اسمودی هم میره بالا. این نشون دهنده اینه که آب خون کمه. خب مغز انسان از دو طریق میاد به این پاسخ میده. زمانی که شما فشار اسمودیتون زیاد میشه، زمانی که شما فشار اسمودی خونتون زیاد میشه، این در واقع غلظت زیاد باعث میشه که این گیرنده های اسمودی که داخل هیپوتالاموسن تحریک بشه. پس ببینید گیرنده های فشار اسمودی من داخل کجاست؟ هیپوتالاموسه. اینا تحریک میشن و دو تا مکانیزم راه میفته. خب دو تا مکانیزمی که راه میفته، مکانیزم اولش ایجاد احساس تشنگی در بدن شما. حالا بیشالا بیان سال 11 هم حالا بعد 12 همی هایی که الان در واقع میخونن میدونن که یکی از کارهای هیپوتالاموس احساس تشنگی و گرسنگیه. این احساس تشنگی که میخونین دقیقا همینه که داریم راجبش بحث میکنیم. هیپوتالاموس مکانیزم تشنگی رو راه میندازه و سبب میشه که شما احساس کنی تشنه و بری آب مصرف کنی. آبی که مصرف میکنی در نهایت دستگاه گوارش جذب خونت میشه و آب خونت چی میشه؟ زیاد میشه. این حالت اولش. روش دوم، مکانیزم دومی که ایجاد میشه اینه که میاد چیکار میکنه؟ هیپوتالاموس یک هورمون ترشح میکنه به نام ADH یا آنتی دیورتیک یا هورمون ضد ادراری. هورمون ضد ادراری اسمش رو خودشه، ضد ادراره، یعنی برعکس ایجاد ادرار عمل میکنه. چه اتفاقی میفته؟ ما که فصل 5 در واقع ساختارا رو با هم بررسی کردیم، یکی از اتفاقاتی که داشتیم عمل بازجذب بود، درسته؟ یه تراوش داشتیم، یه ترشح داشتیم، یه بازجذب داشتیم. موادی که برای بدن لازم بود بازجذب میشد. الان در این شرایط من به آب زیاد نیاز دارم، پس نباید آبو دفع کنم. خب هورمون ضد ادراری پا میشه میاد از هیپوتالاموس رو کلیه ها، رو نفرون ها اثر میذاره، سبب میشه که آب بیشتری رو از نفرون بازجذب کنن، وارد کجا بکنن؟ خون بکنن. قبوله؟ پس دوتا اتفاق میفته این وسط. زمانی که آب ادرار جذب میشه، بازجذب میشه، غلظت خون من کم میشه چون آبش داره زیاد میشه، اما غلظت ادرار من چی میشه؟ زیاد میشه چون آب ادرار داره چی میشه؟ کم میشه. قبوله؟ پس چه اتفاق میفته؟ این هورمون زمانی که رفت بالا رو نفرون اثر گذاشت، حالا جاش زیاد مهم نیست برای شما، باعث میشه که بازجذب آب افزایش پیدا کنه. این آبی که بازجذب میشه وارد خون میشه، حجم آبی که داخل خونه زیاد میشه، فشار اسمودی هم چی میشه؟ کم میشه. خب درست شد دیگه. من مشکلم چی بود؟ فشار اسمودیم زیاد بود. با دو تا روش درستش کردم. یکی این که احساس تشنگی ایجاد کردم در بدن شما، شما آب مصرف کردی. دومی هم هورمون چی آزاد کردم؟ ضد ادراری. پس ضد ادراری حواستون باشه توی تست آب خون رو میخواد یا آب ادرار رو میخواد. آب خون رو زیاد میکنه، آب ادرار رو چیکار میکنه؟ کم میکنه. خب ما یک بیماری داریم به نام بیماری دیابت. این دیابتی که الان میخوایم بخونیم اون دیابتی نیست که شما میدونید و میشناسید. ما دو نوع دیابت داریم. دیابتی که ما داریم، یک دسته دیابتی که من دارم، یه دیابت رو بهش میگن دیابت بیمزه و یه دیابت رو بهش میگن دیابت شیرین. چیزی که عوام مردم میشناسن دیابت شیرینه که قند خونشون میره بالا. سال 11 هم کامل میخونید اینو تو فصل 4. اما دیابت بیمزه چیه؟ بچه ها تعریف دیابت، خب برخلاف چیزی که مردم فکر میکنن، افزایش قند خون نیست.
خب افزایش حجم ادرار رو میگن دیابت تو پزشکی. حالا چرا به این میگن بیمزه، چرا به این میگن شیرین؟ چون در این افراد نگه شیرینه، در ادرارشون گلوکوز وجود داره، به خاطر اینکه گلوکوز خونشون زیاده از ادرار دفع میشه. اما این افراد مشکلشون در گلوکوز نیست، یعنی انسولینشون سالمه، گلوکوزشون هم سالمه، طبیعیه. این افراد دیابت بیمزه هورمون ADH رو ندارند، ضد ادراری رو ندارن، نگه دارن خیلی کمه. خب چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ اون مقدار آبی که باید بازجذب بشه از ادرار وارد خون بشه نمیشه، آب همینجوری از طریق ادرار چی میشه؟ دفع میشه. خب این افراد چون آب زیادی دفع میکنن دائما احساس چی رو دارن؟ تشنه بودن رو دارن. قبوله؟ پس حالا دیگه کامل بخونید دیگه، ما دو نوع دیابت داریم، بیمزه و شیرین. بیمزه به خاطر نبود ضد ادراریه، شیرین به خاطر افزایش گلوکوز خونه. در جفتشون حجم ادرار زیاد میشه، در جفتشون آب بدن کم میشه و در جفتشون احساس تشنگی ایجاد میشه. قبوله؟ پس جمع‌بندی کنم، زمانی که فشار اسمولی خون من زیاد شد نشون دهنده اینه که غلظت من زیاده، آب خونم کمه. قبوله؟ با دو تا مکانیزم، یک تشنگی و دو ترشح هورمون ضد ادراری، این اتفاقا رو رقم زدم، آب خونم رو زیاد کردم، فشار اسمولی تنظیم شد که به این عمل میگفتیم هموستازی یا همیستایی. این که این نسبتی که به هم خورده رو من دوباره به حالت اول برگردونم بهش میگن چی؟ هموستازی. اینجا هموستازی آب داره اتفاق میفته. قبوله؟ سوال دارین؟ خب بریم سراغ قسمت بعدی. این تعریف بچه دیابت بیمزه است که علتش رو حالا نوشتم براتون، نگه باید بلد باشید. اما سازوکار بعدی ما این شکل رو میدیم به من بیزحمت، سازوکار دوم من که خب حرفه‌ای تره و برای یک عمل دیگه است، این برای تنظیم فشار خونه. این برای تنظیم چیه؟ فشار خونه. ببینی هورمون ADH توی تست مهمه برای تنظیم فشار اسموزیه، یعنی برای تنظیم غلظت خونه. اما هورمونی که الان میخواییم بخونیم هورمون آلسترون برای تنظیم فشار خونه. خب چه اتفاق میفته؟ شما فشار خونتون افت میکنه، حجم خونتون میریزه، فشار خونتون افت میکنه. مثلا مثال میگم، طرف خونریزی شدید داره، تصادف کرده، یه عالمه خون رو از دست میده، حجم خونش کم میشه، حجم خونم کم بشه، اون فشاری که از طرف خون به رگا وارد میشده کم میشه، پس فشار خون یه افت شدیدی رو میکنه. یا اصلا ممکنه فشار خون به خاطر چیز دیگه ای باشه، یعنی به خاطر خونریزی نباشه. حالا به هر حال زمانی که فشار خون شما یه افت شدید بکنه، بدن یک سری گیرنده داره که گیرنده های حساس به فشار خونن. مثلا 11 هم من میخونم، گیرنده های مکانیکی هن، حساس به فشار خونن. یعنی فشار خون کم میشه، این گیرنده ها آلارم میشن، یعنی آلارم میدن به بدن که آقا فشار چی شد؟ کم شد. پس در پاسخ به کاهش حجم خون یا فشار خون فرقی نمیکنه، جفتش در واقع یه نتیجه رو رقم میزنه، باعث میشه که از در واقع دیواره سخرگ آوران، دیواره سخرگ چی؟ آوران. اگه یادتون باشه این نفرون من یه قسمتی داشت به نام کپسول بومه، داخلش چی بود؟ شبکه مورگی اول یا گلومرول. رگی که خون رو می آورد به این شبکه مورگی آوران بود، رگی که می برد وابران بود. من الان با آورانه کار دارم، با اون قطوره. این نازک بود، این چی بود؟ قطور بود دیگه، درسته؟ این رگی که قطورتره حالا تو شکل معلومه، از دیواره سخرگ آوران من یک ماده ترشح میشه به داخل خون. اسم این ماده چیه؟ رنین. اسمش چیه؟ رنینه. این رنین، حالا کتاب سال قبل شما و سال قبل سال 95 اسماشونو گفته بود، آنژینو تانسین و اینا، کتاب درسی شما دیگه نگفته اسمشو، بهش گفته پروتئین خونا، اسم علمیشو نگفته. خب فقط بهش گفته پروتئین خونا، همین. ولی خب اینجا اسم علمیشه دیگه. این رنین من میاد یکی از پروتئین های خونابو که فعال نیست و روش میشینه، این پروتئین رو فعالش میکنه. پس الان یه پروتئین خونابی دارم که فعال نیست، این رنینی که از دیواره آوران ترشح شده میاد به این میچسبه، اینو چیکار میکنه؟ فعالش میکنه. این که فعال میشه پا میشه میره کجا؟ ما یه قده ای داریم داخل بدن اون بچه ها به نام قده فوق کلیه. یعنی اگه این کلیه باشه، مثال یه قده ای اینجا روشه به نام قده فوق کلیه، این پروتئینه که بود فعال شد، پروتئینه بود و فعال شد، پاشد رفت رو قده فوق کلیه، اثر گذاش، با
باعث شد یک ماده ای هورمون به نام آلدسترون ترشح بشه. حالا بچه‌های کنکوری که دارن گوش میدن رو بخش قشری از میذاره، رو بخش مرکزی، رو بخش قشری، چون مرکزی اپینفرین و نورپینفرین بود، بخش قشریش یه آلدسترون و کورتیزول. آقا این پا میشه میره رو بخش قشری تأثیر میذاره، چی آزاد میشه؟ آلدسترون. آلدسترون باز میره سراغ کلیه ها، یعنی اصلا فصل کلیه است، یعنی هورمونی که دارن رو کلیه اثر میذاره. آلدسترون میشه رو کلیه، رو نفرون اثر میذاره. سبب این میشه که سدیمی که داخل نفرونه جذبش و بازجذبش بشه زیاد بشه. خب دو تا اتفاق میفته. اول اینکه همتون میدونید دیگه، میگن نمک فشار خون رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه، چون توش سدیم داره. همین سدیمی که داره میاد، همین خود سدیم که داره میاد، فشار خون چی میشه؟ زیاد میشه. دو، وقتی سدیم میاد فشار اسموزی من چی میشه؟ زیاد میشه، خون من غلیظ میشه، پشت بندش آبم میاد، یعنی حجم خونم هم چی میشه؟ زیاد میشه. بازم این چیکار میکنه؟ فشار رو زیاد میکنه. یعنی هم سدیم فشار خون رو زیاد کرد، هم آبی که به دنبال سدیم میاد فشار خون رو زیاد میکنه. قبوله؟ پس یه بار دیگه جمع‌بندی کنم. یه اتفاقی میفته، حجم خون شما یا فشار خون شما دچار افت میشه، درسته؟ گیرنده های حساس به فشار واکنششون میدن، باعث میشن که از دیواره سخرگ آوران یک ماده ترشح بشه به نام رنین. این رنین میره روی یکی از پروتئین های خوناب تأثیر میذاره، سبب میشه که اون پروتئینی که غیر فعال بوده فعال بشه. وقتی اون پروتئین فعال میشه، پا میشه میره خودشون میرسونه به کجا؟ غده فوق کلیه. سبب میشه از فوق کلیه یک هورمونی آزاد بشه به نام هورمون آلدسترون. این هورمون آلدسترون رفت رو کلیه تأثیر گذاشت، سدیم رو بازجذب کرد، آبم پشپندش اومد، فشار خون من رفت بالا. هموستازی که من جا دارم تنظیم فشار خونه. پس ببین، قبلیه این برای فشار اسموزی و غلظت بود، این برای تنظیم فشار خونه، درسته؟ خب حواستون باشه دیگه. حالا نکاتش هم اینجا براتون نوشتم. آلدسترون اینا، نکته بچه‌ها تستیش چیه به خصوص بچه‌های کنکوری؟ اینه که این رنینی که ترشح میشه خاصیت هورمونی نداره بچه‌ها، یه پروتئین آنزیمه. پس یادداشت کنید که رنین هورمون نیست، رنین یک نوع آنزیمه، اصلا وظیفه هورمونی نداره. اشتباه نکنید چون داخل خون اومده هورمونه، نه، وظیفه آنزیمی داره. یادداشت کنید. من خلاصه این تمام گفته هام رو هم اینجا به ترتیب براتون نوشتم که کاهش حجم خون باعث کاهش فشار خون میشه، ترشح آنزیم و ترتیب وقایع رو پشت سر هم نوشته. خواستین جمع‌بندی کنید میتونید از این کمک بگیرید. حواستون هم باشه سخرگ قطورتر آورانه این مادر ترشح میکنه، واوران هیچ نقشی تو این قضیه نداره. خب چند تا نکته است خیلی مهمه، چون اینا یه ذره نزدیک به همه مکانیزماشون، فرقاشون رو بچه‌ها حواستون باشه. اولا که محرک ترشح ضد ادراری یا ADHM فشار اسموزیه، نه حجم و فشار خون. حجم و فشار خون برای کی بود؟ برای آلدسترون بود. آلدسترون محرکش افزایش حجم و فشار خونه، نه فشار اسموزی خون. خیلی توی تستا با این بازی میکنن، یعنی هی میخوان شما رو گیج کنن. خب اما یه نکته جالب هست، هورمون ضد ادراری یا ADHM فقط بازجذب آب رو زیاد میکنه. پس فقط داره چیکار میکنه؟ فقط داره فشار اسموزی رو تنظیم میکنه. قبوله؟ اما جالبیش میدونید چیه؟ این کنکوریه. آلدسترون من هم سدیم رو داره بازجذب میکنه، هم آب رو، یعنی هم روی حجم خون تاثیر میذاره، هم فشار خون. پس چی شد؟ ضد ادراری فقط آب، پس فقط غلظت. آلدسترون من هم آب هم سدیم، پس هم غلظت هم فشار خون جفتش. ولی اصلیه برای فشار اسموزی کیه؟ ضد ادراری. این نکاتش هم که دیگه حفظیه. و این نکته ترکیبی داریم با فصل 4 سال دهم. یادتون رو گفتیم که یه بیماری داره به نام خیز یا ادم. زمانی که آب میافتی زیاد میشد بر نمیگشت، تجمع پیدا میکرد، باد میکرد، بهش خیز یا ادم. یکی از عوامل خیز یا ادم چی بود؟ افزایش سدیم، درسته؟ حالا درسته که بگم آلدسترون اگه زیاد بشه باعث میشه سدیم هم زیاد بشه، چه اتفاقی میفته؟ باعث خیز یا ادم میشه. اینو به عنوان این نکته در نظر بگیرید برای فصل 4 سال 10. خب
این جانوریش بمونه، جانوری همه رو با هم میگم، بریم سراغ عکس بعدی. پس من خودم شروع میکنم، کاملم توضیح میدم که خب یاد بگیریم. فصل 6 و 7 شما از فصول گیاهیه که زیست شناسی شماست. شما دو فصل انتهای دهمتون و دو فصل انتهای 11امتون مربوط میشه به مبحث گیاهی. 10 تا سوال داشتم سال تو کنکور سراسری، پس به شدت فصل مهمیه و خب خوشبختانه یا متاسفانه نقطه ضعف بچهای تجربیه. خب یعنی شما اگه بتونید این فصلاتون رو قوی کنید، یه در واقع نقطه قوت برای شماست، یعنی خیلی خوب میتونید تو کنکور مانوف بدین. 10 تا سوال هم کم نیست، حالا مستقیم یا غیر مستقیم 10 تا سوال باشه. خیلی هم فصل سخت و عجیب غریبی نیست، ولی خب خیلی فصل باحالی اگه خوب یاد بگیرین. بعد یه سری جاها شما بهتون میگم مجبورم یه ذره بیشتر از کتاب توضیح بدم که خب متوجهش بشید، اگه تو کتاب نبود بدونید که چرا نیست. بریم صفحه بعد. گفتاره یکش در واقع ادامه اون چیزیه که شما فصل یک و ابتدای فصل دو خوندید، مربوط میشه به یاخته ها. خب ما دو نوع یاخته در دنیا داریم، یاخته های جانوری و یاخته های در واقع گیاهی. توی بحث یوکاریوت ها باکتری رو بذاری کنار، اون که هیچی، یا یاخته من جانوریه یا یاخته من چیه؟ گیاهیه. یاخته گیاهی با یاخته های جانوری یک سری از تفاوت ها رو دارن. حالا یه سری چیزا رو این داره این نداره و برعکس. خب اصلی ترین تفاوتی که بین یاخته های گیاهی و یاخته های جانوری وجود داره، وجود دو تا چیز به نام دیواره یاخته ای و کلوروپلاسته. خب یعنی شما امکان نداره در هیچ یاخته در واقع جانوری دیواره یاخته ای رو ببینید. مختص یاخته های چیه؟ گیاهیه. خب یعنی مثلا پستاندارا، پرنده ها، دوزیسا، خزنده ها، هیچ کدوم از یاخته هاشون دیواره نداره. خب اما یاخته های گیاهی، حالا همونجوری که تو شکل داریم مشاهده میکنید، دارای دیواره یاخته ای هستند که حالا میریم سراغش، حالا میگیم مدل هاش چی هستند. فرق دومشون در اینه که خب ما فتوسنتز کننده نیستیم، همونطوری که میگه هیچ کدام از جانوران، حالا پرنده ها، پستاندار، دوزیستا، فتوسنتز نمی کنن. اما یاخته های گیاهی، یعنی گیاه میتونه چیکار کنه؟ فتوسنتز رو انجام بده و دارای کلوروپلاسته. واسه بچهای سال 12 این نکته رو حواستون باشه که چیزهایی که تو فصل 6 خوندید مثل روبیسکو، NADP مثبت و در واقع چرخه کالوین، اینا مختص یاخته هایی که کلوروپلاست رو دارن. خب حالا یه سری تفاوت دیگه دارن، مثلا واکوول مرکزی رو خب گیاهی دارن، جانوری ها ندارن. جانوری ها سال 11 میخونید که یک در واقع ساختاری وجود داره به نام سانتریول که در واقع جانوری ها دارن، گیاهی ها سانتریول ندارن. خب این هم قسمت در واقع یاخته های جانوریه که توضیحاتش رو داخل شکل نوشتم. بریم سراغ دیواره های یاخته ای. خب هر یاخته گیاهی بچه ها، خب هر یاخته گیاهی از دو قسمت تشکیل میشه. یاخته گیاهی شامل دیواره یاخته ای و پروتوپلاسته. حالا طبق گفته کتاب درسی، پروتوپلاست هم عرض یاخته جانوری، یعنی شما اگه یاخته گیاهی رو بگیری دیوارش رو برداری، معادل یاخته چی میشه؟ جانوری میشه دیگه، درسته؟ پس یاخته گیاهی کلن از دو قسمت ایجاد میشه، دیواره یاخته ای و پروتوپلاست. پروتوپلاست همون چیزیه که در اول کتاب خوندید، یه یاخته ای که دارای غشاء سیتوپلاسم داره، آب و مواد محلول داره و اندامکایی که داخلشون دیده میشه، مثل میتوکندری، اندامکای در واقع پلاستا که حالا جلوتر میرسیم بهش. اما دیواره یاخته ای که خب خیلی مهمه و مورد علاقه طراحاست، به سه شکل دیده میشه: تیغه میانی، دیواره نخستین و دیواره پسین، که حالا میخوام بریم سراغش، در واقع ساختارشون رو یاد بگیریم. یاخته برای اولین بار توسط یک در واقع دانشمند به نام آقای رابرت هوک کشف شد، داشت یاخته های چوب پنبه رو نگاه میکرد. حالا جلوتر میرسیم، یاخته های چوب پنبه به خاطر اون ساختار ویژه‌ای که دارن یاخته های مردن، اینجا یادداشت کنید یاخته های مرده، یعنی زنده نیستن. چرا؟ حالا جلوتر میخونیم. پس اولین بار یاخته توسط رابرت هوک. چند تا نکته بهتون بگم. میکروسکوپی که آقای هوک داشت یک میکروسکوپ غیر پیشرفته بود، یعنی میکروسکوپی که داره میکروسکوپ نوری نیست. این میکروسکوپ نوری نیست، نوری بعدش اومد. تو تستا میگن آقای رابرت هوک با میکروسکوپ نوری اینو کشف کرده، کاملا غلطه. نکته بعدی، این شکل رو میبینید اینجا، شکل کتاب درسیتونه. اگه این شکل رو بهتون دادن، این شکل یاخته های چوب پنبه است. شکل یاخته های چیه؟ چوب پنبه است. جلوتر مهم میشه چون چوب پنبه رو میخوایم بخونیم، بعد اینو میده ازت چوب پنبه سوال میکنه.
پس اولین کسی که در واقع کشف کرد رابرت هوک بود، با یه میکروسکوپ خیلی ساده یه سری یاخته ها رو دید که حفره حفرن، و وقتی یاخته این میمیره بچه ها فقط چیش باقی میمونه؟ فقط دیوارش باقی میمونه، فقط دیوارش باقی میمونه، یعنی پروتوپلاست رو کامل از دست داده، چوب هم ها مردن. خب برای پیاز رو دیده بود بچه ها، بریم سراغ دیواره یاخته ای. دیواره یاخته ای به سه شکل دیده میشه. قبل از اینکه بخوایم ساختارش رو بررسی کنیم، دیواره یاخته یه سری وظایف داره، مثل حفظ شکل یاخته که حالا جلوتر تو بحث تورجسانس و پلاسمولیز مهم میشه، استحکام یاخته، واپایش تبادل مواد. بچا واپایش یعنی کنترل، یعنی به هر حال دیواره یاخته یه سری مواد کنترل میکنه که بیاد یا نیاد، و جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا مثل ویروس ها و باکتری ها. این شماره 3 رو من حالا چند جا نمونه تستش رو دیدم. خب این شماره 3، آیا درسته که بگم دیواره یاخته ای؟ نفوذپذیری انتخابی داره؟ به نظر شما درسته؟ یعنی میتونم بگم آقا دیواره یاخته ای نفوذپذیری انتخابی داره یا نه؟ جواب بدید ببینم. آفرین. ببینیم، نفوذپذیری انتخابی بچه ها ویژگیه مختص کیه؟ قشاه. اون قشاه بود که به یه سری مواد اجازه میداد بیان یا نیان، بهش بگفتیم نفوذ پذیر انتخابی. درسته که دیواره یه سری مواد رو واپایش میکنه، کنترل میکنه، اما ما به این قضیه نفوذ پذیر انتخابی نمیگیم. جلوتر خیلی اهمیت پیدا میکنه تو بحث مسیرهای گیاهی، خیلی اما سوال میکنن که آخه الان نفوذ پذیر انتخابی هست نیست؟ پس حواستون باشه، دیواره مواد کنترل میکنه اما نفوذ پذیر انتخابی نداره. قبوله؟ بریم سراغ قسمت بعدی، ساختار دیوارها. خب دیواره هایی که بین دو تا یاخته گیاهی وجود داره، اهم از تیغه میانی، دیواره نخستین و دیواره پسین. شما فرض کن من یه اتاقی دارم به این ابعاد، یه دونه اتاق دارم اینقدی. خب من میخوام این اتاقی که اینجاست رو تبدیلش کنم به دو تا اتاق، یعنی یه اتاق رو بکنم دو تا اتاق. راحت ترین کاری که میتونم انجام بدم چیه به نظر شما؟ این که من بیام یه تیغه آجر بردارم، آجرا رو وسط این اتاقا بچینم بیارم بالا. الان اون یه دونه اتاقی که داشتن دیگه شده چند تا اتاق؟ دو تا اتاق. قبول دارین اینو؟ پس یه اتاق من یه تیغه چیدم وسطش، شد دو تا اتاق. الان یه سوال دارم، کسی که تو این اتاقه با اتاق اونوریه، جفتشون این وسطیه رو میبینن یا نمیبینن؟ یعنی الان تیغه که وسطه همین وریه میبیننش، همین وریه، درسته؟ جفتشون میبینن اینو به نظر شما؟ قطعا میبینن دیگه. من یه تیغه کشیدم وسط اتاق، اتاقو کردم دوتا. پس اینو میخوام بهتون بگم، این تیغه وسطیه هست، بهش میگن تیغه میانی. تیغه چی بهش میگن؟ میانی. حالا چون همین وریه میبیننش، همین وریه میبیننش، الان این تیغه مشترک یا غیر مشترک به نظر شما؟ الان این تیغه مشترک یا غیر مشترک؟ جواب منو بدین. بارک الله. پس این تیغه میانی مشترکه. پس تیغه، یعنی دیواره‌ای که بین دو یاخته مشترکه، تیغه میانیه. قبوله؟ خب این فردی که تو این اتاقه با این فردی که تو این اتاقه، شروع میکنن جفتشون اتاقا رو سیمان کردن، سیمان میکشن به در و دیوار، همه رو سیمان میکشن. یه سوال دارم، اینی که تو این اتاقه سیمان اتاق اونوریه رو میبینه؟ میبینه اونوریه رو که مثلا اون سیمان کرده یا نه؟ میبینه؟ باریکلا نمیبینه دیگه. پس این سیمانه حکم دیواره نخستین رو داره. خب پس حالا میشه گفت دیواره نخستین مشترک یا غیر مشترک؟ غیر مشترک. قبوله؟ پس چی شد؟ تیغه میانی مشترک بود، دیواره های نخستین غیر مشترک. حالا یه نفری تو این اتاقه سمت راستی مثلا شروع میکنه دیواره رو رنگ زدن، رو سیمانه رنگ میزنه، اون وریه نمیزنه. قبوله؟ خب قبوله دیگه، این رنگ هم چیه؟ غیر مشترکه. این رنگ حکم چی رو داره بچه ها؟ حکم دیواره پسین رو داره. قبوله؟ حالا من اگه از شما سوال بکنم، اون فردی که تو اتاق نشسته به رنگ نزدیکتره، به سیمانه نزدیکتره، یا به اون دیوار وسطی نزدیکتره؟ کدوم بهش نزدیکتره؟ باریکلا به اون رنگ نزدیکتره. پس اگه توی تست دیدی که گفته آقا نزدیکترین دیواره به یاخته گیاهی میشه دیواره چی؟ پسین.
دورترین دیواره به یاخته گیاهی میشه تیغه میانی. اگه بهتون گفتن کی از همه کدام دیواره از همه جدیدتره، کدام دیواره رو میگید؟ تیغه میانی رو میگید، نخستین رو میگین، یا در واقع پسین رو میگید؟ کدام دیواره از همه دیرتر تشکیل میشه؟ باریکالله، آفرین. دیواره چی؟ دیواره پسین. یعنی اول تیغه بود، بعد رنگه بود، بعد ببخشید بعد سیمانه بود، بعد رنگه بود. پس جمع‌بندی بکنم، آقا تیغه میانی از همه دیواره ها به پروتوپلاست دورتره، از همه هم زودتر تشکیل شده، پس قدیمی ترین دیواره است. قبوله؟ دیواره پسین از همه به پروتوپلاست نزدیکتره، از همه هم دیرتر ساخته میشه. خب پس قدیمی ترین دیواره، پس قدیمی ترین دیواره تیغه میانی، جدیدترین دیواره دیواره چیه؟ پسینه. حالا اگه یادتون باشه گفتم این آقایی که اینجاست رنگ کرد، این آقایی که اینوره رنگ نکرد. چرا؟ چون طبق گفته کتاب درسی بچه‌ها دیواره پسین اختیاریه، ممکنه یاخته داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، اما تیغه میانی و دیواره نخستین اجباریه. قبوله؟ یعنی یاخته ها میتونن پسین داشته باشن یا نداشته باشن، ولی دوتای دیگر رو باید داشته باشن. تا اینجا اوکی این؟ خب اگه باز ازتون پرسیدن که آقا این دیواره ها رو کی ساخت؟ از آسمون اومد مثلا ساخته شد یا نه یه نفر اینو ساخته؟ میگی بله، میگی این دیواره ها رو پروتوپلاست ایجاد کرده. اون پروتوپلاستی که داخلش بود هی داره دیواره میسازه دور خودش. دور خودش داره چی میسازه؟ دیواره میسازه. و نکته بعدی، شما وقتی خونتون رو رنگ میکنید، اتاق رو رنگ میکنید، بازم تغییرات دارین؟ یعنی دست به جای دیگه میزنید؟ تغییرات کلا تموم شده؟ تغییرات تموم میشه دیگه. شما زمانی که دیواره پسین رو تشکیل بدید دیگه یاخته رشد نمیکنه و معمولا یاخته‌ای که دور خودش دیواره پسین تشکیل بده چیه؟ اون یاخته از بین میره. معمولا گفتم ها، یاخته میمیره، چون انقدر دیواره پسین به این فشار وارد بکنه جا دیگه نیست. انا لله و انا الیه راجعون. یه صفحه سفید میتونی به من بدین؟ این یه دونه یاخته گیاهیه، بذارید بزرگتر براتون رسم کنم. زمانی که میخوام یاخته ها رو از هم جدا بکنم، گفتم میام بینشون چی میذارم؟ یه تیغه میانی میذارم، اینا رو کامل وصل میکنم به هم، میشه تیغه چی میانی. برای دوازدهمی ها میدونن که این تیه پدیده یه سیتوکینز ایجاد شد، پس این تیغه چیه؟ میانیه. یادداشت کنم این تیغه میانی. قبوله؟ مشترک یا غیر مشترک؟ مشترک، هم این ور هم این ور کاملا مشترک. دیواره بعدی میخوام سیمان بکشم روش دیگه، هم این آقا میکشه هم این آقا میکشه برای خودش. مشترک یا غیر مشترک؟ غیر مشترک. این دیواره دیواره چیه؟ نخستینه. دیواره پسین اما دیواره پسینم اینجوری قرار میگیره، این وریه داره این وریه نداره. آقای رفی چرا اینجوری کشیدی؟ چون دیواره پسین از همه دیواره ها ضخامتش چیه؟ بیشتره، واسه همین قطرشو بیشتر کشیدم براتون. پس این شد دیواره چی بچه ها؟ دیواره پسین. خب الان با توجه به این شکل، الان این پروتوپلاسته، بزنین با این رنگ بکشم، این پروتوپلاست منه، این آبیه که اینجاست، پروتوپلاست، اینم پروتوپلاست. حالا خب کی از همه به پروتوپلاست نزدیک تره؟ دیواره پسین. کی از همه بهش دورتره؟ تیغه های میانی. کی از همه سریع تر تشکیل شد؟ تیغه چی؟ میانی. کی از همه دیرتر تشکیل شد؟ دیواره پسین.
آیا دیواره پسین همواره وجود داره؟ میگی خیر، ممکنه باشه ممکنه نباشه. و نکته آخر، این یاخته بعد از مدتی چی میشه؟ میمیره. اما یاخته که دیواره پسین نداشته باشه چیه؟ زنده است. قبوله؟ چرا؟ چون کتاب میگه انقدر دیواره پسین زخیمه فضای یاخته رو اشغال میکنه، جا واسه یاخته نمیمونه، یاخته از بین میره. خب این میشه بچه ها بحث دیواره ها، تیغه میانی و دیواره نخستی. بچه ها این شکلی که الان پای تخته دارید میبینید، این نحوه در واقع تشکیل تیغه میانیه. دو تا هسته این ورن، خب این پروتوپلاستن دیگه، در واقع دارن یه سری چیزا رو میفرستن وسط یاخته، اینا با هم وصل میشن، یکسان میشن، کامل میشه، میشه تیغه چی؟ میانی. اینا هم که در واقع دو تا یاخته جدید ایجاد شدن، از یه یاخته دو یاخته ایجاد شد، این میشه تیغه میانی. خب بریم پایین یه ذره. خب دیوار نخستین هم که همینجوری که میبینید، دیوار نخستین حالا جنسش فرق میکنه، حالا جلوتر جنساشون رو توی جدول نوشتم که خب همه رو با هم مقایسه بکنیم. دیواره پسین، آقای رفیعی چرا دیواره پسین از بقیه دیوارها ضخیم تره؟ بچه خود دیواره پسین میتونه یه لایه باشه، دو لایه باشه، یا سه لایه باشه، ولی معمولا سه لایه است. یعنی تو 90% موارد نگاه بکنید سه لایه است. شما نگاه کنید الان تیغه میانیه این، خب الان تیغه میانیه این که حالا پای صورتی دیده میشه، این دیواره نخستینه و این هم دیواره پسینه. خود دیواره پسین از 1، 2 و 3 لایه تشکیل شده. میبینید اون آخر آخری هم که چیه؟ قشای یاخته است دیگه، از همه داخل تره. خب چون دیواره پسین سه لایه است، خیلی ضخیمه، خیلی ضخیمه. خب و باعث استحکام یاخته میشه. حالا اینجا نگاه کنید، دیواره پسین به قشای پلاسمایی از همه نزدیک تره. این نکته اول. نکته بعدی، با ساخته شدن دیواره پسین فضای داخل یاخته خیلی تنگ میشه و تیغه میانه دور میکنه و باعث میشه که یاخته از بین بره. حالا من اگه بخوام از یاخته شماره 1 شروع کنم برسم به یاخته شماره 2، اینا رو باید عبور کنم. همه رو براتون نوشتم که بین دو تا یاخته چیا دیده میشه. یه ذره میام پایین. این شکل کتاب درسیتونه بچه‌ها، شکل پایینی. شکل مهم و شکل خوبی هم هست. خوبه. فقط الان نگاه کنید بچه‌ها، این تیغه میانیه. این تیغه میانیه. می‌بینید؟ دوبر تیغه میانی من دارم دیواره های نخستین رو میبینم، دوبر دیواره نخستین هم دارم پسینا رو میبینم، در نهایت هم که چی دارم؟ قشای یاخته و قشای یاخته. قبوله؟ پس یه تیغه میانی، دو تا دیواره نخستین، دو تا دیواره پسین، بعدم قشا. قبول؟ حالا اینجا رو نگاه کنید، تو این شکل خیلی واضحه. خود دیواره پسین تو این شکل الان چند لایه است؟ سه لایه است. لایه شماره 1، لایه شماره 2، لایه شماره 3. چه چیزی توی این شکل جلب توجه میکنه و نظر شما رو جلب میکنه بچه ها؟ چه چیزی باعث میشه که دیواره پسین خیلی مستحکم و عالی باشه؟ به شکل نگاه میکنیم بچه ها، این خطا رو ببینید که من میکشم. میبینید این خطا رو؟ دقت کنید، این فقط تو شکل معلومه. نه، این خطا رو میبینید، دنبال کنید بچه ها، هر ردیف با ردیف بغلیش خطاش موازی یا غیر موازی؟ غیر موازی خطاش. یعنی اگه این دیواره پسین باشه، یه سری از خطاش اینجوری هن، اون اونوری اینجوری میشه، وسطیه دوباره اینجوری میشه. یعنی خطا با هم زاویه دارن. اینا رشته های سلولوز هن، خط سیاه ها. این عدم موازی بودنشون مثل تار و پودی که در هم تنیده میشه اینجوری، این باعث میشه که دیواره پسین خیلی چی باشه بچه‌ها؟ مستحکم باشه، کامل در هم فرو میرن، درسته؟ پس اگه توی تستا خیلی زیاد تستاشو میدم، علت استحکام دیواره پسین چیست؟ گزینه 1، ضخامت دیواره. خب همه میزنن ضخامت دیگه، چون از همه ضخیم تره. نه، باید بگی آرایش رشته های سلولوزی، آرایش غیر موازی رشته ها، یه همچین چیزی باید تو گزینه ها باشه. پس اینی که این دیوار خیلی قویه، خیلی ضخیمه، خیلی مستحکمه، به خاطر این چی؟ ساختارشه. قبوله؟ قبوله؟ خب آره، بریم صفحه بعد. خب
یه ماده داریم بچه ها به نام لیگنین یا چوب، اسم خارجی چوب لیگنینه بچه ها. اینجا یکی از ترکیباتی که به دیواره پسین اضافه میشه لیگنین یا چوبه، که خب وقتی اضافه میشه یاخته که چوبی میشه، اغلب تاکید کردم این اغلب از اون اغلب مهم است، اغلب سبب مرگ یاخته میشه. توضیح میدم چرا. اینم بلد باشید که حالا جلوتر میخونیم، چون نخونیم. اسکلرانشیما دیواره دومین چوبی دارن، در حالت بلوغ اغلب مردن. دور اینم خط بکشید، بعدا که خونیم برگردید این قسمت رو بخونیم. این جدول بچه ها بسیار مهمه و همیشه توی تستا هست، بسیار مهم. بچه ها اینو خط بزنید، این به خاطر یه اشتباه کتاب درسیه که تو یکی از شکلا ضخامت دیواره نخستین بیشتره، تو یکی از شکلا دیواره تیغه میانی ضخیم‌تره. واسه همین ما نمیتونیم بگیم، اگه بگیم طراح میگه اون، اگه اینو بگیم میگه اون یکی، علمیش اینه ولی خب به درد من نمیخوره. خب خوب گوش کن، اینجاش خیلی مهمه. جنساش تیغه میانی فقط و فقط و فقط و فقط از ماده به نام پکتین ساخته میشه. پکتین چیه؟ جلوش بنویسید شما که جا دارید. یه نوعی پلی‌ساکاریده. نوعی چیه؟ پلی‌ساکاریده. دیواره نخستین پکتین نداره، سلولوز داره. دیواره پسین هم سلولوز داره، جفتشون سلولوز دارن. دیواره نخستین پروتئین داره، دیواره پسین پروتئین نداره. این تو خیلی تستا میاد. آقا دیواره پسین اضافه کن فاقد پروتئینه. پس پروتئین در کدام یکی از اینا دیده میشه؟ فقط دیواره نخستین. تمام. حالا هم دیواره نخستین و هم دیواره پسین چی دارن؟ پلی‌ساکارید غیر رشته‌ای. پلی‌ساکارید غیر رشته‌ای. پس ببین دیواره نخستین من و دیواره پسین من جفتشون سلولوز دارن، پلی‌ساکارید غیر رشته‌ای هم دارن. قبوله؟ اما دیواره نخستین پروتئین داره، این پروتئین نداره. لایه اولی هم که چی بود؟ فقط پلی‌ساکارید، فقط پکتین. آقای رفیعی پلی‌ساکارید غیر رشته‌ای یعنی چی؟ اینو بعد یاد بگیرید بچه‌ها، مربوط به حالا فصل یک میشه و خب تو گوارش هم خوند. پلی‌ساکارید های من سه دستن، یا سلولوزه یا نشاسته است یا در واقع گلیکوژنه. خب سلولوز من این شکلیه، خطیه پشت سرم. نشاسته من این شکلیه، گلیکوژن من مثل نشاسته است، یعنی شاخه داره. طبق مفاهیم زیست شناسی این پلی‌ساکارید رشته‌ایه. این دوتا پلی‌ساکارید چی هن جفتشون؟ غیر رشته‌ای. حالا اونی که برمیگرده تو کتاب درسید میگه، میگه از سلولوز ساخته شده دیواره نخستین و پسین به علاوه پلی‌ساکارید غیر رشته‌ای. چرا؟ چون سلولوز یه پلی‌ساکارید رشته‌ایه دیگه. میخواد بگه از پلی‌ساکارید رشته‌ای و غیر رشته‌ای تشکیل شده. این توی متن کتاب نهفته است ولی باید بلد باشید اینو. نشاسته پلی‌ساکارید ذخیره‌ای در گیاهان، یعنی گیاهان نشاسته ذخیره میکنن. گلیکوژن پلی‌ساکارید ذخیره‌ای در انسان و جانوران دیگه است. ما تو کبدمون گلیکوژن داریم. خب تعداد لایه‌هاش رو می‌بینید. خب تیغه میانی همیشه یه لایه است، دیواره نخستین هم یک یا چنده ولی معمولا یه لایه است، دیواره پسین هم همواره چند لایه است. کی از همه مسن‌تر بود؟ تیغه میانی. کی از همه دورتر بود به غشا؟ بازم تیغه میانی. کی از همه جوان‌تر بود؟ میشه چی؟ دیواره پسین. و از همه هم نزدیکتر بازم دیواره پسین. همش هم که گفتم بهتون کی میسازه؟ پروتوپلاست. و شما زمانی که دیواره پسین میسازی رنگ میکنی خونتو، دیگه قابلیت انعطاف نداری. ولی تو دوتای اول قابلیت انعطافو داری.
قبوله؟ نه حواست باش. خب بریم سراغ قسمت بعدی. ترکیبات دیواره تغییر میکنن، یعنی چیزی که ما اینجا خوندیم، گفتیم سلولوز داره، پلیساکارید داره، پروتئین داره، پکتین داره، ممکنه در گذر زمان تغییر بکنه، یک سری از مواد بهشون اضافه بشه. ما 5 تا تغییر داریم، یعنی یه دیواره سلولی تو عمرش میتونه 5 تا تغییر بکنه، یکیشو انتخاب بکنه. اولین تغییری که داریم خب چوبی شدنه، ولی اینو باید بلد بشید بچه‌ها که ترکیبات شیمیایی که در واقع تغییر میکنن تو گیاها قاعدتا بسته به کاریه که انجام میدن، یعنی اینکه این یاخته چی کار میخواد بکنه مشخص میکنه که دیوارش باید چه جوری باشه. اولین تغییر بهش میگن چوبی شدن. یعنی شما یه دیواره پسین داری، مثلا دیواره پسینه، درش چی رسوب میکنه؟ درش چوب رسوب میکنه، که بهت گفتم اگه چوب رسوب کنه معمولا یاخته چه بلایی سرش میاد؟ میمیره. مثل این چوبایی که دارین اینجا میبینید، این همشون چوبی شدن. اضافه شدن پلیمر لیگنین. لیگنین اسم خارجی چی بود بچه ها؟ چوب. لیگنین خاصیت چی داره بچه ها؟ ضد آب داره. در چه یاخته هایی اینو میبینید بچه ها؟ مثالاش خیلی مهمن ها. یک، آبند چوبی. دو، اسکلورانشین. شما جای دیگه اینو نمیبینید، همین دوتا هن. همین دوتا هن. که باعث میشه اینا خیلی محکم باشن. خب چوب جنس محکمی داره دیگه، پس هر کی چوب درش باشه خیلی یاخته محکم میشه. قبوله؟ پس برای بار آخر، چوبی شدن فرآیندیه که طی اون لیگنین که یک پلیمر ضد آب اضافه میشه به دیواره در یاخته های اسکلورانشین و آبند چوبی و باعث استحکام میشه. تغییر دوم من، تغییر دوم من کانی شدنه. مثالی که این همیشه نیستا، مثال کتاب درسی من از یک عنصریه به نام عنصر سیلیس، تو شیمی بهش میگیم SI. آقا سیلیس اضافه میشه، چون سیلیس ترکیب معدنی کانیه، به این فرآیند میگیم کانی شدن. مثالش اضافه شدن سیلیس به دیواره یاخته های سطح بند. دور این روپوس خط بکش، اونایی که تست میزنن براشون باید مهم باشه. فرایند کانی شدن فقط و فقط و فقط و فقط و فقط در یاخته های روپوستی ایجاد میشه. شما در مثلا پارانشیم، کلانشیم مثلا جای دیگه نمیبینی، فقط تو روپوسته. خب مثالی هم که داریم گیاه گندمه. اگه گیاه گندمو دست زده باشی اینجوری دست که میزنی حالت زبری داره، اما اذیت میکنه. این به خاطر سیلیسایی که تو دیواره روپوستاش رسوب کرده. خب پس گیاه گندم یه ویژگی جالبی که داره، یاخته های روپوستیش سیلیس رسوب کرده، کانی شده، زخیم شده، سفت شده. برای کنکوری دارم تاکید میکنم، گفتم گیاهی اسم یاخته باید مهم باشه. مثلا این گندم الان یه گیاه تکلب، پس ذخیره غذاییش رو باید بلد باشی، نوع برگش رو باید بلد باشی، تعداد گلبرگاش رو باید بلد باشی، ریشه هاش رو باید بلد باشی. این که این گندم من جزو گیاهان C4 محسوب میشه و خب اون شرایط خاص داره رو باید بلد باشی، بلد باشی دیگه. حالا مثلا برگم باید بلد باشی، یا مثلا همین گندم یک پروتئین خاصی داره به نام چی بچه‌ها؟ کنکوری باید بگن. یه پروتئین خاصی داره به نام گلوتن که تو گوارش هم خوندیم. تو گندم گلوتن وجود داشت، سری حساسیت داشتن سلیاک، روده و اینا ریسپورز و پردشون آب میرن. پس گندم خیلی مهمه. خب پس دو تا تغییر اول من چوبی شدن و کانی شدن. بریم سراغ تغییر سوم. تغییر سوم ژله شدنه، که خیلی زیاد تو زندگیتون دیدین دیگه. مثلا بهدونه، تخم شربتی یا خاک شیر مثالای خیلی بارزی هم برای پدیده ژله شدن. این یه حالت لزج مانند و ژله مانندی روی این یاخته تشکیل میشه، به خصوص بهدونه و دونه شربت. توی این اتفاق چه اتفاقی میفته؟ خب پکتین بچه کجا بود؟ پکتین تو تیغه میانی بود دیگه، درسته؟ اون پکتینی که تو تیغه میانیه آبو جذب میکنه، آبو جذب خودش میکنه، ژله‌ای میشه. ژله‌ای میشه، هیچ همینج آبو جذب کرد ژله‌ای شد. ما فقط هم در تیغه میانی اتفاق میفته، حواستون باشه. مثالش برای تخم شربتی و بهدونه، بلدین دیگه، زیاد دیدید. تغییر چهارم فرایندیه تحت عنوان کوتینی شدن. کوتینی شدن اضافه شدن پلیمر کوتینه به سطحی از سلولای روپوست برگ و ساقه. پس ببین
اینم رو پوسته. کوتی مچ خاصیت چی داره؟ ضد آب داره. حالا یه سوال دارم از شما، آیا ریشه من کوتین دارد؟ این سوال بسیار مهمه. چند دارم تست کنکور سراسری بود، جواب بدید. آیا به نظر شما ریشه کوتین داره یا نداره؟ همه جواب بدن. ریشه کوتین نداره و نباید هم داشته باشه. علت؟ آقا یه سوال دارم از شما، کار ریشه چیه؟ کار ریشه چیه بچه؟ کارش جذب آب و مواد معدنیه. وقتی ریشه کوتین داشته باشه ضد آب میشه دیگه، درسته؟ گیاه از بین میره، پس ریشه کوتین ندارد. این بارم سوال کنکور سراسری بوده، حواستون باشه، ریشه کوتین نداره. چرا؟ چون کوتین خاصیت ضد آب داره و ریشه نباید ضد آب باشه، بتونه هوا، آب و هوا وارد بشه. حالا بیشتر کوتین رو تو اندامای هوایی استفاده میکنم، چون ضد آبه جلوگیری میکنه از تبخیر آب، باعث میشه که در واقع گیاه آب کمتری به دست بده. یه لایه براقی هست رو سطح برگا، بعضی وقتا باید دیده باشین، اون همون لایه کوتینی هست که شما دیدینه. خب دسته آخر تغییرات من پدیده چوب پنبه‌ای شدنه. پدیده چوب پنبه‌ای شدن اضافه شدن یک پلیمری به نام سوبرین یا چوب پنبه است. همینجا یاد بگیر دیگه، ناکن. الان من چوب دارم، فارسیش، انگلیسی چوب میشه لیگنین، خیلی هم مهمه. یه چوب پنبه دارم، انگلیسیش میشه سوبرین. پس چوب میشه لیگنین، چوب پنبه میشه سوبرین. خب تو پدیده چوب پنبه شدن، مثل در واقع چوب اضافه میشه به یه سری از در واقع قسمت ها. این هم مثل قبلی ها خاصیت چی داره بچه ها؟ ضد آب داره. بیشتر هم کجا دیده میشه؟ دور این خط بکشید، توی پریدرم. حالا پریدرم چیه؟ مال گفتارهای بعدیه. این هم مثل بالایی جلوگیری میکنه از تبخیر و ورود عوامل بیماریزا. یه نکته یا بلد باشید، اینم اینه که پدیده چوب پنبه شدن و در واقع کوتینی شدن جفتشون پدیده های لیپیدی هن، چون جنس اینها از لیپیده. خب هم چوب پنبه من و هم کوتین من از جنس چی هن؟ لیپیدن. خیلی مراقب این باشید، توی تستا زیاد سوال میدن. پس کوتینی شدن، چوب پنبه شدن، ژله‌ای شدن، کانی شدن و چوبی شدن، پنج تغییری بود که ممکن بود در دیواره یاخته ها اتفاق بیفته. همه‌شون توی جدول نوشتم، فقط یه دونش نیافتاده توی جدول، توی فایل. اینو دستی اضافه می‌کنیم با هم. پنجمین پدیده هست، پدیده در واقع چوب پنبه شدن. اینو با دست اضافه کنید خودتون. جنسش هم ترکیبات لیپیدیه، نقشش هم مثل همینه، یعنی فقط تکرار بزنید زیرش. خب چوبی شدن که لیگنین بود، کانی شدن مثالش سیلیس بود، ژله شدن آب بود، کوتین و چوب پنبه هم که جفتشون ترکیبات چی بودن؟ لیپیدی بودن. خب یک تعریفی داریم به نام لان و پلاسمودس. اگه شما یادتون باشه فصل 4 که خوندیم، یک سری صفحاتی بود به نام صفحات بینابینی بین یاخته‌های قلبی که توشون یه سری سوراخ بود که اینا سیتوپلاسماشون با هم راه داشت. اینم هم مثل همونه. خب یعنی من یه دیواره دارم، از این ور که نگاه میکنم یه سری سوراخ توش میبینم. خب حالا یه تعریفی دارم به نام لان و یک تعریفی دارم به نام پلاسمودس. خب خوب گوش کن. لان چیه؟ لان نقاطی از دیواره است که نسبت به سایر نقاط نازکتره. لطفاً ستاره. تعریف لان چیه؟ نقاطی از دیواره که نسبت به جاهای دیگه نازکتره. شما این شکل رو نگاه کن، بسیار شکل خوبیه. شکلی کتاب نامگذاری نکرده، ولی این شکل نامگذاری شده شه. الان این دیواره است با این زخامت، یهو اومده اینجا، زخامتش شده کم شده. به این قسمتی که زخامتش کمتره میگن لان. اگه من بخوام حرفه‌ای تر بگم، میگم این نارنجی ها دیواره های پسین هن. این زردا دیواره های نخستین هن. اون مشکی وسطی تیغه میانیه. با اوشاش بگن
شما در لان چی رو میبینی چی رو نمیبینی. من اگه باشم به عنوان معلم میگم که آقا شما در لان تیغه میانی رو میبینی، دیواره نخستین هم میبینی، اما دیواره پسین نمیبینی. تموم شده رفت. پس آقای رفی تعریف لان چی شد؟ آقا این دیواره منه، یه سری جهاش نازکتره، به اون میگم لان. تموم شده رفت. چی ندارم تو لان که نازکتره؟ چون دیواره پسین ندارم، خب قاعدتا چی میشه؟ لان نازکتر میشه. قبوله؟ حالا تو لان یک سری سوراخ وجود داره، اگه از اون ور نگاه کنی و از این ور، خب این سوراخاشه. از این سوراخ ها مثلا این یاخته الفه، اون ور این یاخته ب. موادی که از یاخته الفه میاد از این ور میاد بیرون، میاد تو یاخته چی؟ ب. حالا این ور چیه؟ سیتوپلاسم. میبرم سیتوپلاسم. به سیتوپلاسمی که از اون سوراخ های لان، از اون سوراخ هایی که تو لانن عبور میکنن میگن پلاسمودسم. پس چی شد؟ این تیغه میانیه، توش یه سری سوراخه. خب سیتوپلاسمی که از این سوراخه عبور میکنه، زمانی که تو این سوراخ هست بهش میگن پلاسمودسم. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. این تیغه میانی، این تیغه میانی، تیغه میانی، تیغه میانی، بغلش دیواره نخستین، دیواره نخستین، دیواره نخستین، دیواره نخستین، دیواره نخستین، نه دیواره نخستین. روشون چیه؟ غشا، غشا گرفته روشو، اینم غشا گرفته. الان کل این یه لانه. خب یه سری سوراخ دارم توی لانم که به اون سیتوپلاسمی که اومده از این اومده بیرون میگن پلاسمودس. آه نکن، اینی که اینجاست با فلشه، میبینی فلشه رو اینجا؟ میبینی فلشه رو اینجا یا نه؟ پلاسمود اسمه. پس برای بار آخر، دیواره سلولی در یک سر از نقاط نازکتر از بقیه جاست، به اون قسمت های نازک میگم لان. تموم شده رفت. در لان دیواره پسین محاله ممکنه دیده بشه، برای همینم است که نازکتر از بقیه جاست. قبوله؟ حالا در این لانه من یک سری سوراخ وجود داره که سیتوپلاسم یاخته ها از این عبور میکنن و به یاخته بعدی میرسن. به اون سیتوپلاسمی که داخل این سوراخ و داخل این کانال داره عبور میکنه میگن پلاسمودسم. تمام.